ماهور احمدی فرزند احمد رضا احمدی شاعر نامدار در گذشته در مطلبی که همزمان با روز جهانی زن در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده از دادگاهی شدن خود در پی حضور با پوشش خیاری در مراسم تشییع پدر خبر داده است خانم احمدی نوشته ابتدا پیامکی از عدل ایران برای او ارسال شده و سپس پیامک دوم و سرانجام احساریه‌ای دریافت کرده است ماهور احمدی نوشته دست من از هر وسیقه خالی و تنها فیش حقوق پدر به کار می آمد که در جریان انحصار وراثت بود خانم احمدی در ادامه این نکته را برجسته کرده که بازپرس احمد رضا احمدی از چهره مطرح ادبی هنری موج را نمی و در بازجویی به او گفته چرا زیر تابوت پدرت را گرفتی او اگر کفیل نداشت باید بازداشت می شده. اتهام دیگر ماهور احمدی تشویق به فساد و حضور بدون حجاب در معابر و اماکن عمومی بوده است اتهام تشویق به فساد البته برای بازپرس مهرس نمی شود آنگونه که ماهور احمدی در ادامه نوشته او به ده روز حبس تعزیری محکوم می شود که بر اساس نظر دادگاه به یک و نیم میلیون تومان قطعی بدون اجازه اعتراض و تجدید نظرخواهی بدل می شود زمان نهایی پرداخت جریمه مشکلی برای وکیل پیش می آید و پرداخت به موقع ممکن نمی شود و در پی آن حساب های بانکی ماهور احمدی و خط موبایل او توقیف می شود من بسیار گریستم انگامی که آسمان ابریست، است آن است که از خانه بدون چتر بیرون باشم من بسیار زیستم اما اکنون مراد من است که از این پنجره برای باری جهان را آغشته به شکوفه های گیلاس بی حراس بی ببینم از حدس و گمانهای تو ویران نمی شدم. مرا نام تو کفایت می کند تا در سرما و بوران زمان و هفته را نفی کنم مرا که می دانی نه قایق است نه پارو بر تو خجسته باشد گیلاس هایی را که بر گیسوان آویخته ای تو صبر داری تا خواب من پایان پذیرد تا به دیدار من آیی تمام دست تو روز است و چهرت گرما نه سکوت دعوت می کند و نه دیر است دیگر باید حضور داشت در روز در خبر در رگ و در مرگ از عشق اگر به زبان آمدیم فصلی را باید برای خود صدا کنیم تصنیف ها را بخوانیم که دیگر زخم بوی بهار گرفت بمان که برگ خانم را به خواب داده ای فندق بهارم را به باد و رنگ چشمانم را به آب تو فنگی که اکنون تو فنگ نیست و گلوله ای که در قصه ها عتیقه شده است روبروی کبوتران تشنگی پرندگان را دارد شتاب مکن که ابر بر خانهات ببارد و عشق در تکه ای نان گم شود هرگز نتوان آدمی را به خانه آورد آدمی در سقوط کلمات سقوط می کند و هنگامی که از زمین برخیزد کلمات نارس را به آبران تعارف می کند آدمی را توانایی عشق نیست در عشق می شکند و می میرد صبح تو به خیر که ساعت حرکت قطار را به من غلط گفتی که من بتوانم یک روز دیگر در کنار تو باشم دوستان من ساعت حرکت قطار را در شب گذشته به من گفته بودند بر شانه های تو خزه و خزان رویده بود تو توانستی با این شانه های مملو از خزه و خزان سوار قطار شوی دستانت را تا صبح نزد من به امانت نهادی نان را گرم کردی به من دادی دیگر در سکوت تو کنار میز صبحانه ما طلاها و سنگ های جهان را تصاحب کردیم سکوت تو را چون مدالی گرم و نایاب بر سینه آویختم هر روز در آینه به این سکوت خیره میشدم، سپس روز را آغاز میکردم. میخواستم زیر پای تو را پس از صبحانه از آفتاب فرش کنم دندانهای تو ارج و غرب فراوان داشت که نان بیاد شده خانه مرا گاز ما من و تو چگونه به صدای پرندگان رسیدیم که کنار پنجره از سرما جان باختند پرندگان بی آشیانه را همیشه دوست داشتی اما دیگر عمر آنان تکرار نمیشد همچنان که عمر من و تو هم دیگر تکرار نمیشد نشانی خانه خیش را گم کرده ایم لطف بنفشه را میدانیم اما دیگر بنفشه را هم نگاه نمیکنیم ما نمیدانیم شاید در کنار بنفشه دشنه ای را به خاک سپرده باشند. باید گریست، باید خاموش و تار به پایان هفته خیره شد. شاید باران، ما، من و تو، چتر را در یک روز بارانی در یک مغازه که به تماشای گلهای مصنوعی رفته بودیم، گم کردیم. من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم فرصت نبود تا در زخم خلیج پوستم گل مذهبی بکارم فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب کردن با نفس خیش داوری می کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان جرف چمن را was Adam.